سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری من مصطفی صدیقی با شماستم در منطقه سوات در پاکستان هنرمندان اثرهایشان را در نمایشگاهی که به عبدالغنی خان اختصاص داده شده بود به نمایش گذاشتند غنی خان شاعر فیلسوف و هنرمند بود که 100 سال پیش به دنیا آمد غنی خان که در سال 1996 میلادی درگذشت از چهره های برجسته فرهنگی و ادبی زبان پشتو به شمار می رود او در سیاست نیز دخیل بود و در زمان تسلط بریتانیا وقت در منطقه از هامیان عدم تشدد بود در قزاقستان فعالان به حمایت از یک اعتراض کننده که در جریان تظاهرات درویش پیش بازداشت شد از توقیفگاه وزارت داخله در شهر آلماتا دیدن کردند سه روز پیش صدها تن در اعتراض به کاهش ارزش تنگه واحد پولی قزاقستان اعتراض کردند. بانک مرکزی قزاقستان تصمیم گرفت که ارزش تنگه را تقریبا 20 درصد کاهش بدهد. شمار از فعالان به خاطر نقششان در اعتراضهای تازه در قزاقستان مجبور به پرداخت جریمه شدند. در اوکراین یک گروه کوچک از فعالان ساختمان شاروالی شهر کیف را ترک کردند. درست پیش این گروه وارد این ساختمان شد و آن را برای دومین بار در کنترل خود گرفت. پیش از این یک گروه بزرگ از معترضان ضد حکومت ساختمان شاروالی کیف را پس از تقریبا دو ماه تصرف ترک کرد. حکومت اوکراین شرط گذاشته بود که اگر معترضان این ساختمان را ترک گویند، اف خواهند شد. و در پرستین و مرکز کوسوو ششمین سالگرد اعلان استقلال این کشور با رژه نظامی تجلیل شد. کوسوو در هفته همه ماه فبروری سال 2008 میلادی به طور یک و استقلال خود را از سربیا اعلان کرد. تا کنون بیش از کشور جهان استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند به استثنای سربیا. همین خبرها و بیشتر از اینها را می توانید روی صفحه اینترنت ما ببینید آزادی رادیو نقطه کام تشکر از امراهیتان و خدا نگهدار